استعفای رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از سمتش. واکنش جدی حکومت افغانستان در پیوند به تحرکات نظامیان پاکستانی در کشور. و تحریک انصاف پاکستان خواهان توقف عملیات نظامی در وزیرستان شد. برام خدا و با تقدیم سلام بر رویدادهای خبری این ساعت خوش آمدید. امروز دوشنبه دوم سرطان 1393 هجری خورشیدی که برابر است با 22 جون 2014 میلادی. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از وظیفه‌اش استعفا کرد و میگوید بر رضایت خود و با تعهد به منافع ملی کشور استعفا داده است، اما افزود که از یک سال بدین سو و خصوص در جریان دور دوم انتخابات به هدف تکمیل 5+1 آرا با خواستهای نامشروع یکی از نامزدان روبرو بود. امرخیل تامات وارد شده از سوی تیم اصلاحات و همگرایی علیه خود را رد کرد و تاکید نمود که همه اینها جز توطئه‌هایی بود که در برابر وی جریان داشت. روز دوشنبه ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در یک کنفرانس مطبوعاتی رسما استعفای خود را اعلام کرد و میگوید به دلیل فشارها نه، بلکه با در نظر داشت شرایط حساس کشور و حفظ منافع ملی کشور این فیصله را اتخاذ کرده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیز استعفای وی را ضایعه بزرگ برای کمیسیون میخواند و میگوید که اتهامات وارد شده بر وی صحت ندارد. نن غوارم بهبود دی مملکت بخاطر، نن غوارم بهبود دی افغانستان دی خلکو دی جوان بخاطر، نن غوارم بهبود دی اعتماد سازی دی پروسی بخاطر، نن غوارم چی ملی نهادون ملی پاتیسی دی افغانستان دی خلکو پوران دی بنده او دی تاکونو دی خپلوا کمیسون دی رهبری پوران دی بنده دی خپلی دن دی چخه رسمی استفا وکم. غوارم چی اداوری وکم من نکم در جمهور دی افغانستان چخه چی پا ما اعتماد و باور وکم. ای نوار صوتی با استفای ازی هیچ ارتباطی نداره و هیچ کس از اینا نخواستن که استفا بکنه، یعنی نه کمیسیون اینا را به این کار مجبور ساخته نه کدام شخص دیگه. امرخیل اتهامات وارد شده از سوی تیم اصلاحات و همگرایی را رد میکند و میگوید که این کار جز توطئه ها و واکنش ها با خواست های نامشروعی بود که وی از یک سال بدین سو بخصوص پس از برگزاری دور نخست انتخابات با آن روبرو بود. وی میگوید که از انتخابات دور نخست بدین سو از سوی این تیم پیشنهاد موقف، پول و امتیازات دیگر را دریافت میکرد تا برایش 5+1 آرا را تکمیل نماید. کوم موضوع چه تیر اورز محترم و دوستان و پرسنیو که راغلا دا دی هغ توتیو یو لڑی و چه زور سر مخامخ دا اوسنانه دا محترم و دوستان دا دی یو کال یا سکم دی یو کان هم دا غزی سنز و مشکلات و سر زلاس و گریوانو چه ما دی هر مشکل او سنز سر مقابله و مبارزه کردی بنان دی هغ غیر و مشروع غختون و پولان می مبارزه کردی دوستانو چې په اول دور ټاکنو کې د امرخیل څخه سوې ده. حتی غوښتنې تر دې حده پورې وي چې د نورو اراوې کمې سي، اما ده ته 50+1 تکمیل سي. موقف پیشنهاد مراد کړی، مالی پیشنهاد مراد کړی، په خاطر د ولس، په خاطر د دې پروسې. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات برخی از مسئولان امنیتی را نیز متهم به مداخله در روند انتخابات میکند و میگوید که مردم بیشتر مناطق را از حق رای دهی محروم کردند و از حکومت میخواهد که از همچو توطئه ها در کشور جلوگیری کند، زیرا به گفته وی کمیسیون مستقل انتخابات را از افراد نجات داده است که با سرنوشت مردم بازی میکردند. امنیتی ارگان نزول زینی لوړپوړی چارواکی په یو واونه په یو مخالفت د ټاکنو په وړاندې باندې خندونه دی طرفی نه حفظ کول، اما په قوت می دهغه مخنی ولید.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در اخیر ابراز امیدواری میکند که عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوباره به این روند ملی برگردد تا تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات هدر نرود و همچنان روند ملی انتخابات از بدنامی نجات یافته و ادامه یابد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نزدیک به 92% فرمه های نتایج انتخابات داخل سیستم شده است. به گفته رئیس کمیسیون مواد حساس انتخاباتی 33 ولایت به مراکز ولایات رسیده است و تا روز سه‌شنبه روند انتقال مواد حساس و داخل شدن فرمه های نتایج در سیستم تکمیل خواهد شد. از سوی همین کمیسیون میگوید که به خواست تیم‌های انتخاباتی 10% آرای محلات رایدهی 5 ولایت کشور را دوباره بررسی می‌کند و این فیصله را با هر دو تیم شریک ساخته است. کمیسیون مستقل انتخابات از تکمیل روند انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز ولایت و ثبت فرمه‌های نتایج در سیستم تا روز سه‌شنبه خبر می‌دهد. رئیس این کمیسیون میگوید مواد حساس انتخاباتی 33 ولایت کشور به مراکز ولایت منتقل گردیده است و به جز از چند محل رایدهی ولایت پکتیکا نزدیک به 91.5% فرمه های نتایج نیز در سیستم ثبت شده است. از 33 ولایت تمام فرمه های نتایجشان به مرکز جمع‌بندی مواصلت ورزیده و به او استثناء اونمو محلاتی که برای باز شماری یا به تفتیش میره تقریبا 90.5% از داخل سیستم شده، 91.5%. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بر اساس درخواست نامزدان آرای 10% محلات ولایت پکتیا، پکتیکا، غور، خوست و نورستان را دوباره بررسی میکند و نتایج آن با 100% محلات تطبیق میشود. وی از هر دو نامزد و ناظران ملی و بین المللی می خواهند که ناظران خود را به کمیسیون بفرستد. خود به اتفاق آرا فیصله کردیم که 5 ولایت که عبارت از غور، نورستان، پکتیا، پکتیکا و خوست است، اینا را تفتیش بکنیم. 10% تفتیش میکنیم و 10% یعنی میشه که 100% تطبیق شود. یعنی اگر احیانا در 10% ما 5% میافیم که او تقلب در وجود شده، این 5% تاثیرش در 50% میره. رئیس کمیسیون همچنان میگوید که به سطح کشور آرای 248 محل رایدهی بررسی و 57 محل دیگر را نیز به بازشماری میفرستد. به گفته نورستانی در مقایسه با انتخابات گذشته این بار رقم محلات قابل بازشماری کم بوده و نشان دهنده آن است که مشکلات و اشتباهات نیز کم خواهد بود و تمام کارمندان از آن رضایت خواهند داشت. تیم اصلاحات و همگرایی میگوید در صورت پذیرفته شدن شرایطش بر روند انتخابات برمیگردد. عبدالله عبدالله میگوید شرط برکناری رئیس دارالانشای کمیسیون وی پذیرفته شد، اما کمیسیون باید در مورد 7 میلیون رای دهنده پاسخ قناعت بخش بدهد. عبدالله میافزاید که بر روند انتخابات برگشت خواهد کرد، اما کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات به عدالت و شفافیت توجه کنند. تیم اصلاحات و همگرایی پس از جنجال‌ها فیصله نمود که با پذیرفته شدن از شرایط آنها بر روند انتخابات برگشت خواهد کرد. عبدالله عبدالله میگوید یکی از شرایط آنها که برکناری رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بود پذیرفته شد، اما کمیسیون باید در مورد اشتراک 7 میلیون تن واجد شرایط در انتخابات پاسخ قناعت بخش بدهد. اوس هم ده قانون پر اساس کار کو شرطون خپل لرو چه شرطون از موج ومنل شو بیا وارد کیجو پدا پروسه او پا پروسه که شفافیت غارو، قانونیت غارو او عدالت غارو او ده افغانستان ده خلکو ده حق نه تیری جونه. عبدالله عبدالله برگشته دوباره بر روند انتخابات را مشروط خوانده میگوید که آرای شمارده شده سوی کمیسیون مستقل انتخابات باید در حضور نمایندگان آنها دوباره شمارده شود. تمام آرایی که در شمار آمده به تفتیش دوباره گرفته میشه، به تفتیش دوباره گرفته میشه که در او مستقیم نفر ما شامل می باشه، شرکت می داشته باشه. در او مراکزی که رای گیری صورت نگرفته
رأیش قبول نداره. دوباره سر رأی گیری میشه، هر قصه که میشه، هر ترتیبی که برش میگیریم، ما باید مطمئن شویم که او مسائل چیست. تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که در مورد برگشت بر روند انتخابات تمام شرایط و میکانیزم های خود را به ملل متحد خواهد سپرد. عبدالله عبدالله از کمیسیون های انتخاباتی میخواهد که این بار با عدالت و شفافیت کار کند و آرای پاک را از ناپاک جدا نماید. تحرکات نظامی اردوی پاکستان که در لباس ملکی وارد خاک افغانستان شدند، تجاوز آشکار اسلام آباد در کشور می باشد. وزارت خارجه کشور تحرکات نظامیان پاکستانی در لباس‌های ملکی را در ولایات کنر، هلمند و ننگرهار شدیداً تقبیح می‌کند و آن را تجاوز آشکار بر خاک افغانستان می‌داند. مسئولان وزارت دفاع ملی به شورای امنیت ملی کشور گزارش داده است که برخی از نظامیان پاکستانی که مجهز با اسلحه پیشرفته‌اند لباس ملکی باعث تلفات نیروهای افغان و افراد ملکی در این ولایات می‌شوند. نظامیان پاکستانی در لباس ملکی استراتژی جدید نظامیان پاکستانی است که بر اساس آن می‌خواهد به همکاری طالبان در هر دو سوی خط دیورن جنگ و ناامنی را ادامه دهند. وزارت دفاع ملی در نشست شورای امنیت ملی کشور نیز این موضوع را تایید کرده است که نظامیان پاکستانی در لباس ملکی که مجهز به اسلحه پیشرفته‌اند سربازان اردوی ملی و افراد ملکی را در ولایت کنر، هلمند و ننگرهار هدف حمله قرار می‌دهند. وزارت امور خارجه این تحرکات پاکستان را با الفاظ شدید تقبیح می‌کند و آن را تجاوز آشکار آن کشور بر خاک افغانستان می‌خواند. تعداد کثیری از نظامیان پاکستانی در لباس ملکی و مجهز با اسلحه سبک و سنگین مربوط به اردوی پاکستان دو شب قبل بالای پوسته‌های اردوی ملی افغانستان هجوم آوردند و به تعداد 3 تن از سربازان اردوی ملی را به شهادت رساندند. زمانی که مردم محل به همکاری اردوی ملی افغانستان شتافتند، نیروهای مهاجم به تعداد 8 تن از افراد محل را نیز شهید ساختند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با اعتراض شدید نسبت به این عمل نابخشودنی نظامیان پاکستانی آن را به زشت‌ترین الفاظ تقبیح نموده و یک تجاوز آشکار بر قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان می داند. وزارت خارجه خبر می‌دهد که در مورد تجاوز اخیر پاکستان اسناد موثقی را در اختیار مسئولان آن کشور قرار دادند، اما می‌گویند که آنها در این مورد اقدامات عملی نکردند. مسئولان افغان می‌گویند در برابر تجاوز و تخطی‌های سرحدی از سوی پاکستان گزینه نظامی را در نظر دارند، اما این اقدام پس از فیصله شورای امنیت ملی عملی خواهد شد. دستور اقدام نظامی کاریست که باید از سوی شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در موقع مناسبش بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان صادر شود و ای در ای اواخر با عنوان یکی از گزینه ها روی دست بوده. در همین حال حکومت افغان در برابر این موقف پاکستان واکنش نشان می‌دهد که گفته است حمله بر میدان هوایی کراچی از سوی اداره استخباراتی افغانستان طرح‌ریزی شده بود. وزارت امور خارجه با واکنش جدی در برابر این ادعاهای پاکستان می‌گوید که حکومت افغانستان در خاک خود به تروریستان جان نمی‌دهد و نه هم از این گروه‌ها بر ضد همسایگان خود استفاده می‌کند. در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان تروریست‌ها اجازه نخواهند یافت تا در آرامش به سر ببرند، پناهگاه‌هایی داشته باشند و یا از قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان بر ضد کشورهای همسایه افغانستان استفاده کنند. این در حالی است که قبل از این گزارش‌های موجوده طالبان نقاب‌پوش از ولایت نورستان به نشر رسیده بود که گفته می‌شود مرتبط به لشکر طیبند و از سوی نظامیان پاکستانی تمویل می‌شوند. عدم ارج‌گذاری به فیصله های کمیسیون های انتخاباتی نقض قانون اساسی شمارده می شود. اعضای والسی جرگه بر بررسی دقیق ادای تقلب های انجام شده در انتخابات تأکید دارند، اما می گویند که ارج نگذاشتن به نهادهای مرتبط انتخابات دامن زدن به بحران است. اعضای والسی جرگه می گویند که بدون اسناد موثق هرگونه واکنش عواقب ناگواری در پی دارد، اما امیدوار هستند که میانجیگری و پایدرمیانی ملل متحد به این مشکل نقطه پایان گذاشته بتواند.
دانش ها در مورد انتخابات اکنون رنگ دیگری را با خود گرفته است. معلوم شود که این جنجال ها میان کمیسیون مستقل انتخابات و یکی از نامزدان ریاست جمهوری شبهات تازی را برانگیخته است. روز گذشته تیم اصلاحات و همگرایی مکالمه تلفنی را نشر کرد که منصوب به یکی از مقامات بلند رتبه کمیسیون مستقل انتخابات بود، اما اعضای جرگه شریک سازی این گونه اسناد به جای نهادهای مرتبط با رسانه ها را نقض آشکار قوانین نافذه کشور میداند. که مردم منتظر نتیجه کمیسیون انتخابات باشیم، در او زمان که نتیجه اعلان کرد او وقت میپذیریم به عنوان از اینکه رای حل بیرون رفت از قضایای افغانستان صرف موضوع انتخابات و نتایج انتخابات خواهد بود. شکایت و کمیسیون یا مرجع معلومه ده، دی انتخابات و کمیسیون معلوم ده، دی موگو تاسی ده قدن ده نده دادن ده دیگو ده سی هغه دغه مخفل مبا دوستون چې دي د شکایت او کمیسیون ته دی وړاندې کی دلته د شورا په منځ کې تاسو جنجالونه په خپل منځ کې مزر جوړوي. در شرایطی که ما در درون افغانستان دچار یک بحران هستیم، بدون تردید یک بحران آغاز شده و این بحران اگر به شکل مسالمت آمیز مهار نشود، دشمنان ملت افغانستان میخواه خانه را از درون منفجر بکنه. وکلا میگویند که به دلیل یک مورد مشخص باید تمامی روند انتخابات زیر سوال برده نشود و به نتایج نهایی انتظار کشیده شود. اعضای جرگه میگویند که در این روند از سوی هر دو نامزد تقلب گسترده صورت گرفته است و این تقلب ها باید توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکل بی‌طرفانه بررسی شود. ولسی جرگه در حل این معضله از میانجیگری سازمان ملل استقبال میکند و میگوید که نامزدان باید برای جلوگیری از بحران احتمالی حوصله‌مندی کار بگیرند. از یم خپل قوانینو نور مشکلات باندې سره خپل مختکو او پریږدو کمیسیون انتخابات سره له متحده څخه فیصله کاره فیصله سیږي وکړه هغه مخته منظور ده او ضرورت نور دمره باسوته نسته. بگذارین امی مسئله را به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به جناب شخص رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان با دو معاونین محترمشان و همچنان فعلا ملل متحد در این عرصه گام گذاشته که برای دستگیری مردم افغانستان، برای تحکیم پایه‌های دموکراسی در افغانستان و دستاورد 13 سال اخیر برای مردم افغانستان یک دستاورد مشترک هست. ولسی جرگه در حال از نامزدان میخواهد که به فیصله های کمیسیون انتخاباتی عرض بگذارند که تیم اصلاحات و همگرایی اعلام کرده است که کمیسیون ها اعتبار خود را در نزد این تیم از دست داده است. رئیس جمهور کرزی باید برای حل تنش به وجود آمده میان نامزدان و کمیسیون های انتخاباتی خود دست به کار شود. برخی از علمای دینی، خطیبان و ملا امامان مساجد با توجه به وضعیت کنونی کشور با هر گونه تظاهرات مخالفت ابراز می کنند و از رئیس جمهور کرزی می خواهند که زمینه ی گفتگو میان نامزدان و کمیسیون های انتخاباتی را فراهم کند و تیمی که آرای بیشتر کسب کرده باشد باید پیروز اعلام شود. این علمای دینی بر تامین هرچه بیشتر وحدت میان اقوام تاکید میکنند و میگویند که هر تیمی که آرای بیشتری کسب کند حمایت خواهند کرد. در حالی که به دلیل تنش‌های اخیر میان کمیسیون‌های انتخاباتی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برخی از مناطق کشور شاهد اعتراضات مردمی بوده است، عده‌ای از علمای دینی، خطیبان و ملا امامان مساجد شهر کابل از رئیس جمهور کرزی می‌خواهند که برای حل این تنش اقدام کند. این علما از رئیس جمهور کرزی و از معاونان وی می‌خواهند که تیمی را که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آرای بیشتر کسب کرده باشد به حیث تیم پیروز اعلام نمایند. هر یکی از دو کندید محترمی که هر دو تاج سر این ملت هستند، هر کسی که رای بلکی بیشتر داشت، هر کسی که رای زیادتر داشت به منصب قدرت سیاسی که ریاست جمهوری است تکیه بزند و علمای افغانستان ان شاء الله با حفظ مرتبه شفافیت ها و صداقت ها ما تابع هستیم تا اون نظام ان شاء الله پشتیبانی میکنیم. فنیکو کارونو کی دی امیر اطاعت واجب دی. من پدی وخت کی ل رئیس جمهور کرزینا اولادوالو معاونینو نا جدی تقاضا کو سی مداخله وکي او دی دوالو تیمونو ترمن مذاکرات او کی او دوی صلح تراولی او قناعت ورته ورکی هر یو ټیم سی برندوی اغه دی ریاست جمهوریت لاړسی مونږ علما همغه ټیم ته
مبارکی وایم. علمای دینی کشور میگویند که در افغانستان هر روند مشروعی که حقوق مردم در آن تامین شود حمایت میکنند. آنها میگویند که با هیچ گروه سیاسی وابسته نیستند و این گام را برای تامین وحدت ملی در میان افغانها برداشته است. این علما سیاست مدارای کاذب نیستند. این علما به هیچ جنای سیاسی و به هیچ جهت حق نمیدیم که وحدت ما را، اتفاق ما را، اتحاد ما را برهم و درهم کنه و ما در طول 13 سال محصولی که با نوک سوزن ما او را جمع کردیم و او را به بسیار کمال طاقت فرسا به دست آوردیم و الحمدلله قوه مقننه به وجود آمد، قوه اجرائیه به وجود آمد و قوه دفاعیه و قضائیه به وجود آمد. این به سادگی ما دست نمیدیم. این علمای دینی شهر کابل که رقمیان نزدیک به 500 تن میرسد، یک بار دیگر از نامزدان ریاست جمهوری میخواهند که برای تامین اهداف سیاسی خود به وحدت ملی میان مردم آسیب نرساند و برابر همدیگر انعطاف پذیر باشند. وضعیت مبهم سیاسی صنعت کشور را با تهدید جدی روبرو کرده است. اتحادیه ملی صنعتکاران افغانستان میگوید به دلیل تنش‌های اخیر انتخابات ریاست جمهوری وضعیت به وجود آمده و بر کار آنها در بازار 3% تاثیر منفی گذاشته است. اعضای اتحادیه میگویند اگر این وضعیت به همین منوال ادامه یابد، صنعت کشور با مشکلات زیاد روبرو خواهد شد که در نتیجه افغانستان را با یک بحران جدی اقتصادی مواجه خواهد کرد. اتحادیه ملی صنعتکاران افغانستان در مورد وضعیت مبهم جاری در کشور که در نتیجه تنش‌های موجود از انتخابات ریاست جمهوری به وجود آمده است، ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که اگر این وضعیت به همین منوال ادامه یابد، بر صنعت و اقتصاد کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. اعضای این اتحادیه از نامزدان می‌خواهد که از کارگران به نفع شخصی خود استفاده نکنند و همچنان می‌گویند که به دلیل جلسات اعتراضی مارکت‌ها را برای مردم بسته نکند. دوالو کاندیدان یا رهبران دي په افغانستان کې ټول ملت، یعنی نیم ملت یو ترای ورکړی، تقریبا نیم ملت بل ترای ورکړی دا. نو آیا څنګه کولای شي دغه ملت مونږه سم رهبری کو او دوی د پاره د بیکاری مخاوني سو، دوی د پاره اقتصادي پلانونه ونی سو، دوی د پاره د تعلیمی پروګرامونه سو، په دې برخه کې کار کو، نه په دې برخه کې چې دوی راو باسو او خدای نه خواسته یو منفی اغیزه زمونږ په ټول باندې وکړي. هادی ملی صنعتکاران افغانستان همچنان پس از برگزاری دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری، اظهارات برخی از حامیان نامزدان را مستقیما به ضرر کار آنها و اقتصاد کشور میداند. آنها میگویند که وضعیت مبهم کنونی در بازار بر کار آنها 30% تاثیر منفی گذاشته و خواهان پایان یافتن هر چه زودتر این وضعیت هستند. مونږ هر روز په ټول افغانستان کې مارکیټینګ کسان لرو، دا غوینه پښتنه کوو، د فابریکادارانو سره کینو، مارکیټ ته زو، تقریبا 30% تاثیر اچول کړ. دا چیرته نورم دوامدار شي، شاید 40% راشي، 50% راشي، همداسې به کچ راټیږي. تاسو لاشي ته په هر فابریکې ته روزانه لس شل 50 کس دروازې ټکې چې کار شته او کنه شته، هغه ورته یو خبره کوي چې مونږ په خپل 30% کارګر کم کړي، نو څنګه کولای شو چې تاسو ونیسو. تاسو هم اعضای این اتحادیه میگن که اگر این وضعیت ادامه یابد، افغانستان با بحران دی اقتصادی روبرو خواهد شد. با وجود این نگرانی ها، اتحادیه ملی صنعتکاران از تاجران میخواهند تا سرمایه های خود را از کشور خارج نسازند و با کار خود در کشور ادامه دهند. این نگرانی های صنعتکاران در حالی است که قبل از این شورای ملی کشور نیز گفته بود که تداوم این وضعیت کشور را با بحران جدی اقتصادی روبرو کرده میتواند. ادامه خبرها از جهان. تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان خواهان تأخیر عملیات نظامی در وزیرستان است. عمران خان رهبر این حزب میگوید با تأخیر عملیات مردم ملکی فرصت خواهند یافت که منطقه را ترک کنند. با گفته وی هنوز هم بیشتر مردم ملکی در وزیرستان به دلیل عملیات اردو از منطقه بیرون شدن نمی توانند و زندگی آنها را خطر مرگ تهدید می کند. روز دوشنبه گروه داعش ولایت انبار را نیز از نیروهای حکومتی عراق به تصرف خود درآورد. آنها از چند روز بدین سرگرم مذاکره با سران قومی بودند. در ولایت انبار که باشندگان آنها سنی مذهبند، امکانات جنگ متقابل آنها
با گروه داعش کمتر بود. داعش مناطق همسرحد با کشورهای اردن و سوریه را نیز از نیروهای عراقی به تصرف خود درآورده بود. اکنون فقط در غرب عراق یک پوسته سرحدی با سوریه در تصرف ملیشه‌های کردی قرار دارد و نیروهای عراقی از آن منطقه بیرون شدند. این منطقه در شرق میانه برای تجارت شرق و غرب اهمیت زیاد دارد. حال هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی و پیشبینی وضعیت آب و هوا. سپاس از همراهی شما و همکاری همکاران تخنیکی هم. وقت خوش. خدا نگهدار.